ورزشی ها به قولشون عمل کردن و سر موعد مقرر تکلیف کادر مدیریتی سرخ‌ها رو روشن کردند. بالاخره بعد از روزها گمانه‌زنی و مطرح شدن اسامی مختلف و همچنین پس از ساعتها نشست در وزارت ورزش، عصر روز یکشنبه اعضای هیئت مدیره پرسپولیس معرفی شد. از 7 اعضای منتخب تنها چهره 2 پرسپولیسی و البته ورزشی به چشم میخوره، حمید استیلی و محمد زادمهر از پیشکسوتان این باشگاه. اما مصطفی سلیمی، حمید رضا سیاسی، حسین کاظم‌پور، علی اصغر مونسان و مهدی خواجه‌وند 5 عضو دیگر به شمار میرن. این ترکیب ترکیبی از تعدادی اهالی خود باشگاه پرسپولیس، یعنی ترکیبی از بخش فنی که مورد نیاز یک هیئت مدیره منسجم و مناسب هست، تعداد چهره اقتصادی که توانمندی های اقتصادیشون تضمین شده است. اما نکته جالب در لیست منتشره کنار ماندن شخصی بود که سالها به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل پرسپولیس در کنار سرخپوشان بود. من شخصا بسیار علاقه‌مند بودم که ایشون در هیئت مدیره باشگاه باشه، شخصا هم با ایشون صحبت کردم، پیگیر موضوع هم بودم، فارغ از فضای عمومی بالاخره به عنوان یک ورزشی، اما به نظرم میاد که ایشون علاقه‌مند به حضور در هیئت مدیره نبود. ارتقای جایگاه باشگاه در آسیا، بهره‌گیری از تجارب نخبگان، کشف استعدادها، به کارگیری کادر متعهد، تحقق انتظار هواداران، رفع مشکلات و جذب منابع مالی پایدار انتظارات وزیر ورزش از هیئت مدیره جدیدی که در حکم محمود گودرزی عنوان شده. مدیر عامل جدید سرخپوشان فردا در هیئت مدیره جدید توسط اعضا انتخاب میشه. حالا باید منتظر شد و دید چه سرنوشتی در انتظار پرسپولیس با ترکیب مدیریتی جدیدش خواهد بود. سرنوشتی که به نظر میرسه با نبود علی پروین، دایی همچنان به عنوان سرمربی تو جمع سرخپوشان فعالیت خواهد کرد.